Hey there again guys, welcome back to another video from Zabonikai. Hope you are doing great. حالتون چطور رفقای من؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو دیگه از چنل خودتون چنل زبانیکا. Today we will review another lesson on collocation in use. امروز می‌خوایم بریم سراغ درس نهم کتاب collocation in use و اونو با هم دیگه بررسی بکنیم. And we want to improve our speaking with the help of this great and practical book. و می‌خوایم با هم دیگه انگلیسی خودمون رو بهتر بکنیم با کمک این کتاب خوب و کاربردی. اگر که ویدیوی قبلی رو ندیدین حتما برین ویدیوهای قبلی این کتاب رو هم ببینید که کمکمون میکنه که بتونیم به ترتیب با هم دیگه پیش بریم. یادتون باشه حتما اگه ویدیو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، ویدیو رو تا آخر ببینید، کلی قراره اتفاقای خوب بیفته و چنل رو به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کنید. برای شرکت توی کلاس‌های فری دیسکشن یا کلاس‌های خصوصیمون هم میتونید با راه‌های ارتباطی که این زیر میاد در تماس باشین و بهشون پیام بدین. ویدیوهایی از کلاس فری دیسکشنمون رو هم روی تصویر در حال حاضر دارید میبینید که جای همتون اونجا خالیه. بریم سراغ ویدیو بدون معطلی و لتس گو. بریم سراغ یکی از فعل‌هایی که خیلی ازش استفاده می‌کنیم و خیلی شنیدیمش، فعل هاف. فعل هاف که ساختار گذشته‌اش میشه هد و قسمت سومش هم می‌دونیم میشه هد. حالا اگر بخواید با کلمات دیگه همراهش بکنیم، یه سری کلماتی هستن که فقط با هاف میتونیم ازشون استفاده بکنیم. نمیتونیم براشون بریم سراغ میک، نمیتونیم براشون بریم سراغ گت، فقط باید بریم سراغ هاف. تو چه ساختاری؟ تو چه کلمه‌هایی؟ بریم با هم ببینیم. برای مثال وقتایی که میخوایم بگیم تصادف کردن، to have an accident. to have an accident یعنی تصادف کردن یا تصادف رو داشتن میگن. برای مثال Mr. Gray had an accident last night but he's okay right now. یعنی آقای گری یا آقای خاکستری یه تصادف داشت شب گذشته اما الان حالش خوبه، اوکی حالش. پس had an accident last night. یا یه حالت دیگه میتونیم ازش استفاده بکنیم برای وقتایی که با یه بحثی روبرو میشی با یه نفر یا یه خورده صدات بلند میشه، یه بحثی رو داری با یه نفر انجام میدی، میتونیم از to have an argument استفاده بکنیم. to have an argument with someone، مثلا we had an argument about how to fix the car. ما با هم دیگه یه جدلی داشتیم، یه بحثی داشتیم سر اینکه چجوری ماشین رو تعمیر بکنیم. We had an argument about how to fix the car. مورد بعدی که میتونیم به کمک فعل have بسازیم to have a break. To have a break یعنی بریم یه هوایی به سر کلمون بخوره، یه استراحتی بکنیم. Let's have a break when you finish this exercise. پاشین و بریم یه استراحتی بکنیم بعد از اینکه این تمرین رو تموم کردیم. بعدی to have a conversation یا to have a chat یعنی یه صحبتی داشته باشی با یه نفر. حالا to have a conversation یه خورده فرمال تره ولی وقتی میگی to have a chat یه خورده خودمونی تر میشه. مثلا let's go and have a chat، بزن بریم و یه صحبتی با هم داشته باشیم. Let's have a chat. یا we need to have a chat. نیازه که با هم دیگه صحبتی بکنیم. The next example. I will have a chat with him. باهاش صحبتی میکنم. I will have a chat with him. یک گپ و گفت که گپ و گفتی باهاش میزنم. بعدی مال وقتی که میخوایم بگیم یه مشکلی هست. To have a difficulty. یه سختی رو داریم یا داریم با یه سختی دست و پنجه نرم میکنیم. To have a difficulty. نمیتونیم بگیم To get a difficulty. برای مثال The class had difficulty understanding what was going on. میگه کلاس مشکل داشت بابت اینکه متوجه بشه و بفهمه چه اتفاقی داشت میافتاد. The class had difficulty. استفاده بعدی از فعل have مال وقتی که رویا میبینیم یا کابوس میبینیم. To have a dream. To have a dream یا to have a nightmare یعنی رویا دیدن یا کابوس دیدن. برای مثال I had a dream last night. من شب گذشته یه خواب دیدم. I had a dream last night. یا
I had a nightmare last night. دیشب یه کابوس دیدم. I had a nightmare last night. مورد بعدی مال وقتایی که میخوایم بگیم ببین من یه حسی نسبت به این موضوع دارم یا یه حسی به هم داره میگه که میتونیم از have استفاده بکنیم تو این ساختار. I have a feeling that. I have a feeling that. یعنی یه حسی دارم. یه حسی داره به هم میگه. برای مثال میگه I have a feeling that something is wrong. میگه من یه حسی دارم. یه حسی داره به میگه یه جای کار مشکل داره. یه چیزی درست نیست. Something is wrong. یا I have a feeling that you will be successful. ببین یه حسی به هم میگه که تو قراره موفق بشی. I have a feeling that you will be successful. یا برای مثال I have a feeling that you are listening to me very carefully. یه حسی داره به هم میگه که تو داری خیلی با دقت به من گوش میدی. I have a feeling that you are listening to me very carefully. مورد بعدی مال وقتی که قراره بهمون خوش بگذره یا خوش گذرونی کردن. To have fun. To have fun یعنی بریم و خوش بگذره. یا To have good time. اوقات خوبی رو داشتن. For example, I'm sure you will have fun. میگه مطمئنم که بهت خوش میگذره. یا I'm sure they are having a good time. میگه من مطمئنم که اونا اوقات خوبی رو دارن میگذرونن. They are having a good time. استفاده بعدی مورد مهمیه. وقتی که میخوای به یه چیزی یه نگاهی بندازی، یه نظری بندازی، یه بررسی بکنی، میتونیم از to have a look استفاده بکنیم. To have a look. برای مثال The manager wanted to have a look at what we were doing. میگه مدیر یا مدیریت میخواستن که یه نگاهی بندازن، یه نظری بندازن به اینکه ما داشتیم چی کار میکردیم. The manager wanted to have a look at what we were doing. بعدی وقتایی که با یه چیزی یه کوچولو مشکل داریم. To have a problem with something. وقتایی که با یه چیزی مشکلی داری. برای مثال Ask the teacher if you have problems with the exercise. یاد باشه میتونیم to have problems with something هم داشته باشیم، یعنی یه سری مشکلاتی با چیزی داشته باشی. مثل همین مثال که میگه Ask the teacher، از معلم بپرس If you have problems with the exercise. اگر با اون مسائل یا اون تمرین های کلاس مشکل داری از معلم بپرس. If you have problems. اگر مشکلی داری با with میگیم. If you have problems with the exercise. اصطلاح بعدی اصطلاح باحالیه از این نظر که توی نیتیو اسپیکینگ خیلی استفاده میشه. اون to have a go. To have a go. To have a go اینه که بگی to have a try. برای مثال I will have a go یا I will have a try. یعنی امتحانش میکنم، یه بار انجامش میدم. I will have a go. I will have a try. Another example. I will explain what to do. من بهت توضیح میدم که چی کار کنی. And then you can have a go. و بعدش اون تویی که میتونی بری و امتحانش بکنی. And then you can have a go. میتونی بری امتحانش بکنی. بریم سراغ فعل دوم امروز که فعل take. Take, took, taken. سه تا حالت این فعل به درد بخوره و کاربردی تو زبان انگلیسی. اولین کالوکیشن و ترکیبی که میتونیم باهاش بسازیم به تعطیلات رفتنه. To take a holiday. یعنی بری به تعطیلات، بری به سفر. To take a holiday. For example, we decided to take a holiday here. ما تصمیم گرفته ایم که بریم به سفر و بیایم به سفر برای اینجا و به اینجا سفر کنیم. To take a holiday here. ترکیب بعدی با فعل take وقتی میریم سراغش که به یه چیزی یه ذره علاقمند شدیم یا ازش خوشمون اومده. ترکیب To take a liking to something. To take a liking to something. For example, I took a liking to photography.
When I tried it for the first time. میگه من علاقمند شدم به عکاسی وقتی که برای اولین بار امتحانش کردم. I took a liking to something. به یه چیزی یه ذره علاقمند شدم. ترکیب بعدی به کمک فعل take رو فکر کنم خیلی شنیدیم. To take a risk یعنی ریسک کردن یا یه ریسکی رو پذیرفتن. To take a risk. برای مثال I was willing to take a risk. من میتونستم و میخواستم که این ریسک رو بپذیرم. Because I didn't know what to do. برای اینکه نمیدونستم چی کار باید بکنم. So I was willing to take a risk. پس این میتونستم و میخواستم که یه ریسکی بکنم. پس take a risk یعنی ریسک کردن. ترکیب بعدی به کمک فعل take خیلی شبیه to take a liking to something یعنی به چیزی علاقمند شدن. To take an interest in something حالا دوباره به معنی به چیزی علاقمند شدنه. To take an interest in something. For example, I started to take an interest in photography. میگه من شروع کردم به علاقمند شدن به عکاسی. I started to take an interest in something. مثلا I started to take an interest in football. شروع کردم به علاقمند شدن به بازی فوتبال. ترکیب بعدی به کمک فعل take یه خورده بار معنایی منفی هم داره. ولی یه جا هم میتونیم ازش مثبت استفاده کنیم. بهت تو ادامه میگم. To take advantage of something. To take advantage of something به معنای سوء استفاده کردن از کسی یا چیزیه معمولا. یه خورده معنی منفی داره. مثال ببینیم ازش. میگه they were taking advantage of us. میگه اونا داشتن از ما سوء استفاده میکردن. ولی کجا میتونیم به معنی مثبت ازش به کار ببریم؟ توی این مثال میگه if you are smart enough اگه به اندازه کافی باهوش باشی you will take advantage of this opportunity از این فرصت کمال استفاده رو میبری. پس توی این جمله و این ترکیب معنی مثبت داره. You will take advantage of this opportunity از این فرصت استفاده کامل رو میبری. پس یادت باشه take advantage of something or someone میتونه به معنی سوء استفاده از کسی باشه ولی میتونه به معنی استفاده از یک فرصت هم باشه. ترکیب بعدی به کمک فعل take to take action یعنی یک کاری انجام دادن. مثال ببینیم. میگه come on dude you need to take action. میگه بجون بابا تو نیازه که یک کاری بکنی. You need to take action. نیازه که یک کاری بکنی. For example, do you want me to take any action? تو میخوای که من کاری انجام بدم؟ Do you want me to take any action? آخرین فعلی که میخواییم بریم امروز سراغش فعل پیه. پی میدونیم به معنای پرداخت کردنه. ولی بریم چه ترکیبای دیگه میتونیم باهاش بسازیم. اولی خیلی شاید شنیده باشیم to pay attention to something یعنی به یه چیزی توجه کردن. For example, now I would like you to pay attention to what I'm saying. میگه الان من میخوام که شما توجه بکنید به چیزی که من دارم میگم. I would like you to pay attention که توجه بکنید. به چی؟ To. با to میگیم. To what I'm saying. به چیزی که من دارم میگم. ترکیب بعدی به کمک فعل pay to pay a compliment. To pay a compliment. یعنی تعریف کردن. یاد باشه تعریف از کسی رو pay میکنیم بهش. To pay a compliment. ولی یاد باشه که فعل compliment با این فعل compliment رو با هم دیگه قاطی نکنی. Compliment با I به معنای تعریف کردنه. اما compliment با E به معنای تکمیل کردنه. پس اینجاست که دیکته خیلی مهم میشه. ولی در حال حاضر to pay a compliment به معنای تعریف کردن از کسیه. For example, I was trying to pay her a compliment. یا من داشتم تلاش خودم رو میکردم برای اینکه ازش تعریف بکنم. To pay her a compliment که ازش تعریفی بکنم. مورد بعدی به کمک فعل pay to pay your respect to somebody یا to someone. To pay your respect یعنی احترام خودت رو به کسی یا چیزی
برسونی، انگار مورد احترام تو باشه اون قضیه یا احترام بذاری. For example, people pay respect to the person who has died. میگه مردم احترام خودشون رو رسوندن به اون فردی که فوت شده بود یا احترام گذاشتن به اون فردی که از دنیا رفته بود. People pay respect to something or someone. به یک چیزی احترام گذاشتند. Thank you guys for watching this video. دمتون گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردین رفقای من. امیدوارم که لذت برده باشین. سه تا فعل have, take و pay رو امروز با هم دیگه بررسی کردیم از کتاب Collocation in Use. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه و توی اسپیکینگتون ازش استفاده بکنین و لذتشو ببرید. حتما به تمرینای کتاب آخر درس 9 سر بزنید و تمریناشو همین الان حل کنید که موضوع براتون داغ و میتونه تو ذهنتون باقی بمونه. دمتون گرم. ویدیو رو حتما لایک کنین، بفرستین برای رفقاتون، دکمه سابسکرایب یادتون نره بزنید و یاد نره برای شرکت تو کلاس‌های خصوصیمون یا کلاس‌های فری دیسکشنمون که پر از نکات شبیه به این و بیشتری که توی کانال دیدین، حتما باره‌های ارتباطی که این زیر میاد در ارتباط باشین و بهشون پیام بدین. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی فعلا.